سلام، یک شنبه و دوشنبه 21 و 22 بهمن 97، 10 و 11 فوریه 2019 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم، اما ابتدا عذرخواهی کنم از اینکه به دلیل سفر برنامه 2 روز در 1 روز خدمتتون ارائه میشه. موضوع اول اینکه آقای روحانی در سخنرانی امروز 22 بهمن ماه تأکید کرد، شاید برای 3 بار در طی بیش از 1 ماه گذشته، که رهبری و همه مسئولین با رأی مردم بر مسند مسئولیت می نشینند. در واقع به دنبال اینکه 1 بار هم آقای روحانی گفته بود که انقلاب شد تا مردم حاکم بشن و مردم نه اینکه بنشینند حاکمی بمیره و پسرش جای او رو بگیره، نگرانی خودش رو از اتفاقاتی که در بیت رهبری داره میفته و مشتبه پسر آقای خامنه ای رو دارند از تاریکخونه بیرون میارند تا در اندازه های مقام رهبری که الان هست یواش یواش به خورد مردم بدن و جانشینی رو براش مسجل بکنند. آقای روحانی با این حرف ها هم نگرانی و هم اعتراض خودشون رو به این ماجرا نشون میده. ضمناً آقای روحانی در همین نطق عنوان کرده که به زودی دولت الکترونیک رفاه فراوانی برای مردم ایجاد خواهد کرد. بهشون باید گفت که اشتباه به ارزش رسوندن. الکترونیک یا کامپیوتری خدمات دولتی شدن وقتی کارآمدی خواهد داشت که سیستم های دستی و سازماندهی ابتدا درست بشه. کامپیوتر و مکانیزه کردن به خودی خود معجزه‌ای نمی کنه و سیستم اگر خراب باشه، کامپیوتر فقط آشفته تر و خرابترش خواهد کرد. اما راهپیمایی نسبتاً کمرمق 22 بهمن در بسیاری شهرها با تجهیزات دولتی و حکومتی حسب معمول سالهای گذشته برگزار شد. حکومت هم حسب معمول تبلیغات کرکننده شروع کرد که حماسه شد، مردم آمدن، میلیون ها نفر شد و از این حرفا. اما جالب در حاشیه اون شعارهایی است که در پاره شهرها از جمله در قم و تهران علارغم توصیه های آقای خامنه ای ضد دولت و رئیس مجلس داده شد، از جمله اینکه ای آن که تو عامل گرانی تایید خدا کند نمانی. اشاره به آقای روحانی. یا در تهران هم شعار ملت ما نجیب است، وزیر به فکر جیب است و شعارهای از این دست سر داده شد. موضوع دوم این که بانک مرکزی عنوان کرده کسری بودجه امسال در 9 ماهه اول سال به 45,000 میلیارد تومان رسیده. با توجه به سقوط قیمت نفت و سقوط صادرات ایران به دلیل تحریم های امریکا، کسر بودجه تا آخر امسال پیش بینی بود از مرز 40,000 میلیارد تومان رد میشه، در حالی که در 9 ماهه اول رد شده و بنابراین قابل انتظار است که دست کم 30% دیگه هم تا آخر سال به کسر بودجه اضافه بشه. اما سال آینده تصویر به مراتب از این هم تیره تر. آقای عزیز جعفری فرمانده کل سپاه در جمع بازنشسته ها و شاغلین سپاه عنوان کرده که بین 500,000 تا 2,000,000 تومان از بهمن ماه به حقوق سپاهی ها اضافه میشه، در حالی که قرار است در بودجه سال آینده 20% به حقوق کارمندان دولت اضافه بشه و معلوم نیست آقای عزیز جعفری این وعده رو بر اساس چه بودجه‌ای داده، از چه منبعی قرار تامین بشه. آیا 1.5 میلیارد دلاری که آقای خامنه ای دست در کیسه صندوق توسعه ملی کرده قرار اینجا صرف بشه یا منابع دیگر؟
سفیر آمریکا در آلمان هم به شدت به سازوکار مالی اروپا اینستکس حمله کرده، اون رو بی احترامی به واشنگتن دانسته و گفته انتظار نداشتم که نداشتیم که اروپا چنین کاری رو بکنه. آقای رئیسی هم گفتند اگر قرار نیست لوایح FATF از کاری رو مشکلی رو حل کنه، امضای اون چه فایده ای داره. بهشون باید گفت که دست کم کار از این که هست خرابتر نمیشه و اوضاع بدتر نمیشه، ولی FATF به هر حال چهار لایحه‌اش اگر تصویب نشه حتی امثال چین و روسیه هم مشکل خواهند داشت که بتوانند با حضرات کار کنند. موضوع سوم این که آقای محمد یوسفی دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر که با اتهام توهین به رهبری از طریق فضای مجازی 2 سال حبس محکوم شده بود، بعد از تحمل نیمی از حبسش یک شنبه شب آزاد شد. او قبلا در آذر 88 هم بازداشت شده بود. خانم فروغ تاج بخش از مادران خاوران، مادر لطفی از کشته های دهه 60 درگذشت. او که از شیرزنانی بود که در تجمعات مختلف حضور داشت و به دنبال کشته شدن عزیزان مملکت و جوانان کشور فریاد دادخواهیش به بلند بود. سعید ملایی قهرمان 81 کیلوگرم تیم ملی جودوی ایران که نفر اول جهان هم بوده، در گرند اسلم پاریس به نماینده قزاقستان مصلحتی باخت به دستور مربیان که شخص آقای خامنه‌ای دستور داده و توصیه کرده، برای اینکه در دور بعد با جودوکار اسرائیلی مواجه نشه. نتیجه این که سعید از رسیدن به فینال باز موند و با کوشش خودش در گروه باخته ها بالا اومد و مقام سوم رو رسید و مدال برنز رو به جای مدال طلا به گردنش آورد. ماجرای فروش یک دختر 11 ساله ایلامی به 50 میلیون تومان به مردی 50 ساله که با زن و 7 بچه این کودک رو خریده که همسر خودش بکنه سر و صدای زیادی کرده و شرم‌آور اینکه مقامات ارشد کشور ساکتند، ولی گفته میشه دادستانی به ماجرا ورود کرده و ممکن است جلو این کار رو بگیره، البته اگر آقایون فقها و مراجع به دخالت نکنند و این کودک همسری و آزار کودکان رو مباح و حلال نشمارند. موضوع چهارم این که آقای ظریف که به لبنان سفر کرده، آمادگی جمهوری اسلامی برای فروش سلاح و سامانه دفاعی به لبنان رو اعلام کرده، موضوعی که مسئولین دولتی لبنان و نمایندگان مجلس لبنان گفتند که امکان نداره و حتی تا نایب رئیس شیعه مجلس لبنان هم گفته امکان چنین خریدی وجود نداره. قبلا حسن نصرالله پیش پرده این رو گفته بود و بعد از تعریف های زیاد از ایران خواسته بود که این خرید انجام بشه که بعیده. القدس العربی خبر داد از اینکه در سوریه نفت تقریبا در کنترل روسا قرار گرفته و معادن فسفات رو ایران میخواد دخالت کنه، ولی روسا دارن در این قسمت هم دخالت خودشون رو افزایش میدن. به طور کلی اسد روسیه رو ترجیح میده. اما العربیت الجدید، دیگر نشریه عربی، هم عنوان کرده که روسیه نفوذش در ارتش سوریه داره گسترش پیدا میکنه و فرماندهان ارتشی که نزدیک به روسیه هستن بارها با نیروهای وابسته به ایران
درگیر شدند. یکی از موارد اون در هما بود که ژنرال حسن روس وابسته به روس ها با لشکر چهار به رهبری ماهر اسد درگیر شد و نقاطی رو که اون لشکر نزدیک به ایران گرفته بود پس گرفت. اما موضوع آخر این که بیت رهبری اعلام کرده که به زودی مقام رهبری یعنی آقای خامنه‌ای برای 40 ساله دوم جمهوری اسلامی برنامه میدن. هیچ آدم عاقلی در دنیا برنامه 40 ساله نمیده مگر اینکه یک مش حرف توخالی بخواد در اون سر هم کنه. بهشون باید گفت شما برای همین 4 ماه آینده راه حل برای کشور داشته باشین یا خیلی زرنگین برای 2-3 سال آینده. 40 سال پیشکش. امام جمعه کرج هم فرمودن کشورهای اروپایی از اصل ولایت فقیه استقبال کردند، اما چون ولایت فقیه ندارند میگویند پادشاهی. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایران.